درود و عرض احترام خدمت دوستان عزیز و مهربان یاران با عشق کانال یوتیوبی یادگیری دوستان عزیز باز هم با صحبت خانم مرکل در خدمتتون هستم دوستان عزیز این ویدیو صرفا برای آموزش زبان آلمانی ساخته شده یعنی اینکه ما تک تک کلمات رو در موردش کوتاه صحبت کنیم یه کمی آلمانی یاد میگیریم و همینطور از اخبار موثق و صحیح مطلع میشیم بعضی از دوستانی که فکر میکنن این خبری هست باید بهتون بگم نه خبری نیست فقط اگر میخواین بدونین چی هست صحبت از این هست که ما این شرایط رو فعلا نگه میداریم با توجه به صحبت متخصصین ما این شرایط رو قدم به قدم یک کمی لغو میکنیم ضعیفتر می کنیم قوانین رو ولی قوانین مربوط به دست ندادن ها و رعایت کردن ها اینجور موارد تا زمانی که ما یک دارو یک پادزهر برای این ویروس پیدا نکنیم برقرار خواهد موند این خلاصه این صحبته حالا اگر کسی میخواد آلمانیش رو تقویت کنه آینده خودش رو روشن کنه با ما همراه باشه ich denke مال تاگ یعنی من فکر میکنم jetzt الان وایزه دوستان کلمه تاگ رو میشناسید یعنی روز وایزه یعنی نوه گونه منظور این هست که من بر اساس شرایط روز الان فکر میکنم که مثلا یه روزی اگر داریم میگیم که قوانین رو میخوایم لغو کنیم به خاطر این هست که شرایط یه کمی استیبل تر شده پس صحبت از اینه تاگ وایزه یعنی این وی میشن ما میبایستی ایما همیشه ایما ویدا یعنی مکررن اوبه Prüfen یعنی تست کردن امتحان گرفتن اما به پروفن که میگن یعنی یک چیزی رو ما آزمایش کردیم مجدد بیایم آزمایشش کنیم یعنی دوباره آزمایش کردن باز آزمایی فارسی فکر میکنم بهترین کلمه براش این باشه باز آزمایش کنیم ببینیم شرایط چیه دستیست یا ویه دیگه ببینید این یعنی این صحبتی که من الان کردم هست این یایی که اینجا هست همون پارتیکل هست که خیلی ها ما باهاش مشکل داریم دوستان پارتیکل رو بیشتر خود خود آلمانی ها میتونن صحیح به کار ببرن این یایی که اینجا اومده داره تاکید میکنه که این مسلما دست ویش مهمتر هست مهمترین هست دستیس یا دس من معلم آلمانیم همیشه یه جمله قشنگ میگفت میگفت دستس یا schön یعنی این خیلی قشنگه دستس یا حصلش این واقعا خیلی زشته این یاه پارتیکل تأکیدی هست وی هپن یتز ما داریم الان تجربه ما الان تجربهش رو داریم تجربه چی رو داریم؟ وی هابن دی einschränkungen در Mobilität gewirkt. یعنی چی؟ چطور دی اینشرنکونگن یعنی محدودیت ها الان صحبت همش از اینشرنکونگن ها هست محدودیت ها یعنی همین محدودیت های دست دادن ها و سلام علیک کردن و بغل کردن و توی پارک جمع شدن و اینجور چیزها در موبیلیتت ببینید کلمه موبیل که همون ما بهش میگیم موبایل در واقع کلمش بخوایم کامل بگیم موبیل هندی هست آلمانی ها میگن اینم بگم که ببین آلمانی مینویسه هندی ولی هیچکس نمیگه هندی هندی هست این ای تلفظ میشه موبیل هندی یعنی تلفن همراه چیزی که ما توی ایران به عنوان حالا میگن کلمه فارسیش همراه و متحرک هم معنی میده به خاطر همین مثلا میگن موبیل اوتو یعنی ماشین هایی که در حال حرکت هستن به این ونای بزرگم هست که باهاش مسافرت میرن اینجور میبندن پشت ماشینشون به اینم میگن موبیل آوتو یعنی ماشینی که متحرک است خودش موتور نداره یه نفر باید حرکتش بده موبیلیتت یعنی جابجا جا, جا شدن ها متحرک بودن ها که مثلا یعنی تو جامعه جابجا جا بشن حرکت بکنن همه با هم در ارتباط باشن گویاک کلمه ی ویرکن رو همین الان به خاطر بسپارید ویرکن یعنی اثر گذاشتن حالا این ویرکن دقیقا همین معنای اثر گذاشتن داره این فلوسن دقیقا معنای اثر گذاشتن داره و به این فلوسن هم معنای اثر گذاشتن داره حالا همش یه جا به کار میره برای ما ها آره ولی مثلا توی مقاله های علمی مثلا میخوام بگم فلان چیز روی فلان چیز اثر گذاشت میگن به این فلوسن آینفلوسن موقعی که مثلا من یک طراحی کردم یه آجر قرمز کشیدم یا آجر آبی کشیدم تو ساختمون سازی اوکی بعد میگن این یک اثری در نما گذاشت این توازن رنگ ها تو... نمیدونم کنتراست رنگ ها این یک این فلوس داشت آین ویرکن اثر یک دارو رو معمولا میگن آین ویرکنش و ویرکن هم اثر یک چیز بر یک کلی تره از همش کلی تره یعنی تقریبا میتونم بگم ویرکن و هر جا بگین صحیحه ولی برای باقیش باید یک کمی آلمانیمون بهتر بشه اوکی خب فکر کنم دیگه واقعا خیلی چیز یاد گرفتیم نه دس haben wir jetzt gelernt. اینو ما الان gelernt کردیم. یاد گرفتیم. کی این den letzten Wochen. یه چیز گراماتیک. این بعدش یا داتیو میاد یا اکوزاتیو میاد. درسته؟ حالا الان چیزی پشتش نیومده که حرکتی باشه. چون غیر حرکتیه پس میشه پلوس داتیو. درسته؟ حالا و خ اگر میخواستم بگم عین وخه میگفتم این در لتن وخه ولی چون میخوام بگم هفته های گذشته میگم این دن لتن وخه و خن این رو جدوله رو باید حفظ باشین که الان دارین کنار دستتون میبینیدش این جدول داتیف برای جمعه لطف دن و خن اینجوری باید حفظش کنید و ما هم همچنین دیدیم وی چقدر سریع دستگنس همه چیزها کلش مجموعه هر چیزی یعنی مجموعه این عملکردهایی هایی که ما انجام دادیم اکسپوننتیل کلمه اکس پو ننت. که آرتیکلش هم دیر هست یعنی توان در ریاضیات حالا کس که نمیدونه مثلا میگیم سه به توان دو این به این معنی که سه دو بار در خودش ضرب میشه اگر بگیم سه به توان سه یعنی سه بار در خودش ضرب میشه و موقعی که میخوان بگن یک چیزی خیلی اثر گذاشت و حسابی رو به بالا رفت میگن اکسپوننتیل یعنی به صورت توانی به صورت مثلا تو آمار این شکلی رفت بالا وحسن کن اکسپوننتیل وحسن کن وحسن یعنی رشد کردن کن یعنی توانستن میگه که و ما دیدیم چقدر سریع همه اینها میتونه توانی رشد بکنه اون واس دس و این به چه معنا میتونه باشه یک پارتیسیپ 2 هست یعنی جمله یه اتفاق نیفتاده ولی ما داریم در موردش صحبت میکنیم جنبه آرزویی داره جنبه پیشگویانه داره یه همچین چیزی وین دست زو ویتا گگنگن اگر این همش ویتا گگنگن فعل ویتا گهن هست گهن یعنی رفتن پیش به جلو رفتن پیاده رفتن ویتا گهن یعنی همین طوری پیش رفتن میگه که این به چه معنا میتونه باشه اگر این چیزها همش همین طوری پیش بره و هر دو جمله میبینید که پارتیسیپ 2 هست چطوری تشخیص بدم که پارتیسیپ هست هت ویره گراماتیک شو دیگه خیلی بهش نمیپردازیم وگرنه ویدیو خیلی طولانی